سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان در مناطق هزارنشین کندک نظامی ایجاد کردن. شفاخانه امرجنسی آنابای پنجشیر ظرفیت پذیرش زخمیان طالب را ندارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد پنجشیر با تحقیقات او مطابقت دارد. ادامه بازداشت های گسترده در پنجشیر. طالبان 20 غیر نظامی را از اولسولی دره بازداشت کردند. امروز نبرد پیروزی بین حق و باطل دوباره آغاز شد. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو شماره دار از من دستم تا آخری ویدیو با ما بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب نمایید. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی 8 صبح کابل. 8 صبح سمنگان. منابع محلی در ولایت سمنگان میگویند که طالبان یک کندک 500 نفری را به تازگی در مربوطات زردسنگ ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان مستقر کردند. یک منبع معتبر روز جمعه 20 جوزا به روزنامه 8 صبح گفت که از دو روز به این سو نیروهای طالبان در این کندک که در منطقه سرحدی ولایت‌های سمنگان، سرپل و بامیان موقعیت دارد جابجا شدند. منبع محلی می افزاید که طالبان بعد از ظهر امروز تلاشی خانه به خانه را در حومه های سرحدی ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان و قسمت های از ولایت سرپل آغاز کردند. ولسوالی دره صوف بالای سمنگان هم سرحد ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و ولسوالی یکاولنگ بامیان است. یک منبع آگاه به روزنامه 8 صبح گفت که اختلافات درونی میان گروه طالبان سبب شده است تا برخی از فرماندهان غیر پشتون این گروه را از صف خود جدا کنند. شفاخانه امرجنسی آنابه پنجشیر ظرفیت پذیرش زخمیان طالب را ندارد. 8 صبح کابل. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگویند که شفاخانه امرجنسی ولسوالی آنابه این ولایت پر از زخمیان طالبان شده است. یک منبع معتبر که از ذکر نامش خودداری میکند روز جمعه 20 جوزا در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که از دیروز به این سو به دلیل انتقال بیشتر زخمیان طالب به شفاخانه امرجنسی پنجشیر این شفاخانه توان رسیدگی به زخمیان را ندارد. به گفته منبع تعداد از طالبان را که درگیری های پنجشیر زخمی میشوند به کلینیک های شمار از ولسوالی های این ولایت نیز انتقال می دهند. طالبان و مسئولان شفاخانه امرجنسی پنجشیر تاکنون در مورد این ادعاها چیزی نگفتند. گفتنی است که از روز گذشته تاکنون درگیری شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در برخ نقاط پنجشیر ادامه دارد و به گفته منابع در پی این درگیری ها حدود 150 نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. چند پیش نیز فهرست از زخمیان طالبان در پنجشیر در صفحات اجتماعی دست به دست شد. بر بنیاد این فهرست تنها در مدت 20 روز در یکی از شفاخانه های پنجشیر بیش از 60 زخمی درمان شده بودند، اما این ادعاها از سوی شفاخانه امرجنسی آنابه تکذیب شد. با این حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشین کشور امروز در برگه فیسبوکش نگاشته است که این فهرست به دلیل فشار طالبان بالای کارمندان صحی از سوی شفاخانه امرجنسی جعلی اعلام شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد پنجشیر با تحقیقات او مطابقت دارد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان میگوید که گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد بازداشت و شکنجه غیر نظامیان در پنجشیر به طور کلی با تحقیقات من مطابقت دارد. ریچارد بنت روز جمعه 20 جوزا با بازنشر این گزارش در رشته تویت خواهان تحقیقات کامل و شفاف درباره وضعیت پنجشیر شده است. آقای بنت نوشته است که تحقیقات کامل و شفاف در نظر گرفته شده است. عاملان باید پاسخگو باشند. به گفته او همه طرف های درگیر موظفند تا از غیر نظامیان محافظت کنند و به حقوق بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر امروز با انتشار اعلامیه گفته که طالبان با استقرار هزاران جنگجوی خود در ولایت پنجشیر دست به بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان زدند که مصداق جرایم جنگی است. به گفته این سازمان جنگجویان طالبان در سایر ولایت ها نیز دست به کشتارهای فراقانونی اسیران جبهه مخالف خود زدند. گفتنی است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد چند پیش به افغانستان سفر کرده و در مورد نقض حقوق بشر و جرایم طالبان تحقیقات را انجام داده بود. ادامه بازداشت های گسترده در پنجشیر. طالبان 20 غیر نظامی را از ولسوالی دره بازداشت کردند.
گزارش از سایت رسمی اشت صبح کابل. اشت صبح پنجشیر. منابع ملی در ولایت پنجشیر میگویند که طالبان 20 غیر نظامی را به تازگی در این ولایت بازداشت کرده است. به گفته منابع این افراد صبح جمعه 23 جوزا از روستای کرامان و ولسوالی درای ولایت پنجشیر بازداشت شدند. منابع میافزایند که این افراد به دنبال درگیری های دیروز و تلفات سنگین طالبان در کوه های کرامان بازداشت شدند. منابع تصریح میکنند که طالبان افراد بازداشت شده را برای بازجویی به سنگرهای نظامیشان که در منازل مسکونی و مکاتب ایجاد شده انتقال دادن. گفتنی است که روز گذشته کوههای لرا، قاشنیلان، تابه و قازل عیار ولایت پنجشیر گواهی درگیری‌های شدید میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان بود. به گفته منابع در بین این درگیری‌ها حدود 80 طالب کشته شدند. از تلفات نیروهای جبهه مقاومت ملی در این درگیری‌ها تاکنون گزارش در دست نیست. پیش از این نیز طالبان ده‌ها غیر نظامی را در پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه کرده و شمار از آنها را به قتل رساندند. امروز نبرد پیروزی بین حق و باطل دوباره آغاز شد. با این حال منبع میگوید که حضور 4000 نیروی جدید طالبان به ولسوالی پریان چالش‌های زیاد را برای مردم محل به وجود آورده است، زیرا افراد طالبان باشندگان محل را به بهانه مختلف آزار اذیت می‌کنند. گزارشی از روزنامه صبح کابل. منابع ملی در ولایت پنجشیر میگویند که رهبر طالبان بار دیگر یک نیروی 4000 نفری از جنگجویانشان را به ولسوالی پریان پنجشیر فرستاده است. یک منبع به روزنامه صبح کابل گفت که این لشکر از نیروهای طالبان عصر روز چهارشنبه 18 جوزا وارد ولسوالی پریان ولایت پنجشیر شدند. به گفته منبع با حضور این 4000 نیروی جدید مجموع نیروهای مستقر طالبان در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر به 6000 نفر میرسد. 2000 نفر از گذشته نیست در ولسوالی پریان حضور داشتند. بر معلومات منابع محلی تنها در یک هفته گذشته حدود 7000 نیروی جدید طالبان وارد ولایت پنجشیر شدند که از این میان به گفته منابع 500 نفر از اروزگان، 2500 از غزنی، کندهار، هلمند، 3000 از کنر و جلال‌آباد، 400 نفر دیگر نیز از طالبان بدخشانی هستند. با این حال منبع میگوید که حضور 4000 نیروی جدید طالبان به ولسوالی پریان چالش‌های زیاد را برای مردم محل به وجود آورده است، زیرا افراد طالبان باشندگان محل را به بهانه‌های مختلف آزار اذیت می‌کنند. به گفته منبع نیروهای جدید طالبان با بیش از 190 واسطه نقلیه سبک سنگین وارد پریان شده و کشزارهای مردم محل را به پارکینگ وسایط خود مبدل کردند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها و مهمترین ها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک نمایید. شب روزتان خوش.